بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان گرامی قدری تلویزیونی آریانا علاقمندان برنامه چراغ هدایت سلام و درود باد بر شما خوبان بیننده آصف مصلی باز هم مهمان خانه های شما عزیزان هستم شما خوبانی که همین اکنون تماشاگر برنامه چراغ هدایت در سراسر افغانستان و جهان هستید پدیده طبیعت نشانه از قدرت الله تعالی است با شما یک جا صحبت های داکتر صاحب محمد داوود نسیمی را مشنوید الحمد لله رب العالمین و والسلام على رسول الامین وعلى آله و صحبه اجمعین برادران و خواهران بسیار عزیز السلام علیکم و رحمت الله الحمدلله جای شکر است که باز الله مرا توفیق داده که در خدمت شما عزیزان قرار داشته باشم ما شما صحبت های در چند برنامه های گذشته راجع به قرآن کریم، علم، ساینس، پیشرفت های جهانی به صورت عموم داشتیم و انشالله یکی دو برنامه دیگه هم در این مورد می داشته باشیم یکی از موضوعات بسیار مهمه که باید مش... ما شما یادآور شویم که به صورت عموم در جهان امروز دین و ساینس دو چیز متضاد معلوم میشه برای اکثر مردم یعنی روند عمومی در جهان امروز این قسم است که دین یک چیز است و ساینس یک چیز دیگه است و معمولا اینا را متضاد و مغایر هم دیگه میدانند اما اسلام یگانه دین است که نه تنها کدام مغایرت بین ساینس و دین انسان نمیتونه پیدا کنه بلکه خود دین سبب پیشرفت علم و پیشرفت ساینس میشه بله چرا ما مغایرت نمیتونیم بین دین و بین ساینس پیدا کنیم بین اسلام و ساینس و بین قرآن کریم و ساینس به خاطر ازی که از نظر اسلام هر پدیده طبیعت یک آیت الله هست یک نشانه الله هست یعنی آفتاب محتاب ستاره ها آسمان زمین شب روز ابر باران همه چیز نشانه های الله هست آیات الله هست و ساینس معمولا راجع به مطالعه طبیعت مطالعه وجود انسان و دیگر مخلوقاتی که برای ما قابل دید و محسوس است اینا همیشه ترکیز میکنه ساینس یعنی ساینس مطالعه طبیعت و مطالعه انسان و دیگه مخلوقاتی که بر انسان از نگاه فیزیکی ظاهر است و اگر ما طبیعت دقیق مطالعه کنیم و قرآن کریم هم دقیق مطالعه کنیم طبیعت کلش آیات الله است و قرآن هم کلش آیات الله است یعنی هر گفته قرآن یک آیت است و هر پدیده طبیعی یک آیت است پس از دوی ای آیات اگر آدم مطالعه کنه امکان نداره که ار ای آیات با هم متناقض واقع شوه یا مغایر واقع شود به شرطی که انسان دین با خرافات و با اسطوره ها و افسانه های غیر عقلی و علمی خلت نکنه یکی و دیگه شرطش ایست که آیات قرآن دقیق بخوانه و درست بفهمه و تدبر کنه و طبیعت درست مطالعه کنه سرسری مطالعه نکنه تا همچنان یک دلیل دیگه که مغایرت وجود نداره بین قرآن و ساینس یا دین و ساینس به خاطر که دین به خاطر که قرآن کتاب الله است کلام الله است یعنی يعني گفتار الله است و طبیعت خلقت الله است یعنی يعني طبیعت الله خلق کرده عمل الله است این عمل الله است طبیعت يعني و قران گفتار الله است یعنی گفتار الله و کردار الله گفتار الله و کردار الله امکان نداره که متناقض واقع شوه و یک آلت دیگه که بین ساینس و دین تناقض پیدا میشه که ساینس ها از حدود ساینس مبراین یعنی ساینس یک حدود داره محدودیت های داره ساینس در برنامه گذشته هم گفتیم که برای مطالعه دنیای فیزیکی دنیای مادی است مضمون ساینس ایچ وقت مطالعه دیگه مخلوقاتی که غیر قابل دید است مثل روح در بدن ما مثل ملائک در دور پیش ما یا خود الله مضمون چیزی چیزا نیست و اگر کسی یک ساینسدان کوشش میکنه نتیجه گیری کنه در باره از این قسم مخلوقات مثل روح یا ملائک یا خالق جهان اینا از حدود ساینس مبراین در صورت ساینس و دین میتونه تناقض کنه یعنی یا وقتی که خود دین با خرافات خلط شوه یا وقتی که چرا علم خرافات نمیپذیره یا وقتی که خود ساینس از حدود خود برای ساینس ها از حدود خود برای وقتی این دو موضوع خوب فامیده شوه دیگه یقینا که یک مسلمان عقیقی یک مسلمان دانشمند کتاب الله را که می ای ایر وادار می سازه که طبیعت مطالعه کنه چرا ده ها و صد آیت است که انسان وادار می سازه که مشاهدات کنه تجربه کنه و بره طبیعت درست دقیق مطالعه کنه خلقت مطالعه کنه قل سیرو فی الارد فندرو کیف بدع الخلق الله میگه برین شما سفر کنین سیاحت کنین سیر کنین در زمین و پیدا کنین و بفهمین که چطور خلقت شروع شد چطور خلقت انسان شروع شد چطور خلقت دیگه مخلوقات شروع شد یعنی خلقت زمین و آسمان خلقت انسان شما پیدا کنید که این سبب از این که انسان باستان شناسی را مطالعه کنه سبب از این میشه که جغرافیا را مطالعه کنه سبب از این میشه که مطالعه کنه یعنی تمام از این علوم از نتیجه قسم مطالعات و مشاهدات به وجود میه پس میبینیم که قرآن و اسلام نه تنها مغایر ساینس و پیشرفت قرار نمیگیره اگر درست مطالعه شوه بلکه انسان وادار میسازه که پیشرفت کنه جهان خوبتر مطالعه کنه خوبتر شرح کنه و خوبتر درک کنه که همه طبیعت و جهان در تسلیم الله هست ما چرا تسلیم نیستم به الله خداوند امی ما شما را توفیق بده که با این روحیه زیادتر به الله تسلیم شویم ا مين رب العالمین والسلام علیکم و رحمت تو زرو نه نهایت گرون قدر در بخش دوم حال هم حدیث نور را داریم لا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه تخ روایت دی چی رسول الله صلی الله علیه و سلام و فرماید هیت مسلمان تا روانه ده چې ل خپل مسلمان ورور سره ل دریو راز خزيات موده کې اړیکه پرې کړی کله چې سره مخامخ شي نو لایاوبل مخخوړوي خو پدوي کې غره کاسه غدای چې په بل لومبای سلام واچوي متابعت از والدين اديدگاه اسلام تا چه زمانه توبه و امره و والدين خود باشيم و کدام امرها را ما باید اجرا بکنیم و از کدام امرهایشان عبا بورزیم توجه فرمایید و سخنانی از استاد محمد سالم حسنی در همین مورد بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز که در جای جای جهان این برنامه را از طریق تلویزیون جهانی آریانا مشاهده می کنید به ادامه پندها و اندرزهای بسی ارزشمند حضرت لقمان حکیم رسیدیم که نسبت به فرزند خودش بیانات بسیار شیوا و زیبایی دارد خداوند متعال در اینجا می که زمانی که از لحاظ اندیشه با پدر و مادر با والدین دچار مخالفت اندیشه شدی و آنها شما را به شرک خواند شرک فرا خواند و به شرک و عقیده های انحرافی دعوت کرد شما در این زمینه فقط مطابعت نکو اطاعت از آنها نکو اما این اطاعت نکردنی از آنها نباید با قهر و با توهین و با تحقیر همراه باشه و ما موظف هستیم از به فرموده قران که و صاحب هما فی دنیا معروف باید در کنار پدر و مادر در کنار زندگیشان همراه با آنها زندگی بکنیم و این زندگی هم باید کاملا همراه با حرف و قول و رفتار نیک باشه در ادامه خداوند متعال می فرماید و تبع سبیل من انابه الیه ثم الی مرجعکم فانبئکم بِمَا كُنْتُمْ تعملون در ادامه همون آیه قبلی خداوند متعال به ما دستور میدهد و تبع سبیل من انابه شما از مسیر کسانی مطابقت بکنید که انابه به سمت من خدای متعال دارد در دنیا تنوع زیاده اصلا یکی از ویژگی های مهم دنیا و زندگی مادیات تنوع تنوع در رنگ ها تنوع در اندازه ها تنوع در سلیقه ها تنوع در اندیشه ها تنوع در رفتار ها دنیا دنیای متکثر است هرچند بر اساس دیدگاه وحیانی همه جهان در یک مسیر در حرکت خداوند متعال میفرماید فرماید و ما خلقت الجن والانس الا همه زمین و زمان به سمت خداوند در حرکت سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض آیات زیادی این چنین ما داریم که همه آسمان و زمین را در حال حرکت به سمت خدا بیان میکنه یعنی مسیر یکی است و همه جانمایه هستی یکی است اما در ظاهر ما در عالم رنگ ها در عالم تضاد ها در عالم تفاوت ها زندگی می کنیم رنگ های متفاوت میان انسان ها زبان های متفاوت میان انسان ها خود خداوند متعال هم بر این تضاد ها و تعدد ها و تکسر ها امضا میگذارد و تأیید میکنه این خداوند متعال میفرماید انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم و قبائل لتعارف خداوند متعال میگه شما را ما شعبه شعبه قبیله قبیله قبیل قرار دادیم حالا وقتی شعبه شعبه قرار گرفتیم قبیله قبیله قبیل قرار گرفتیم رنگ های مختلف نژاد های مختلف باور های مختلف حتی در درون یک نژاد حتی در درون یک خانواده حتی در درون یک محله و همسایگی دیدگاه های مختلف وجود دارد در اینجا ما باید مسیر خود را آگاهانه انتخاب بکنیم باید برای انتخاب مسیر خود معیار داشته باشیم باید برای انتخاب مسیر خود شاخصه داشته باشیم باید برای انتخاب مسیر زندگی خود و مسیر عقیدتی خود و باورهای خود ما معیار و میزان داشته باشیم که قرآن کریم یکی از این میزان, میزان هاست و قرآن کریم اصل میزانه و سنت رسول الله عمل کرد پیشوایان دینی و عمل کرد اهل ایمان برای ما میتونه شاخصه های دیگر باشه با این شاخصه ها ما میریم در میان مردم بررسی میکنیم که از میان این همه تنوع آشکار از میان این همه تنوع متعدد و متکثر من کدام مسیر را انتخاب بکنم خدا متعال میفرماید از میان این راه های مختلف از میان این راه های گوناگون و از میان این هم های متعدد مارک را انتخاب کو که رنگ الهی داشته باشد. بهترین رنگ رنگ خداست. بهترین مسیر مسیر الهی است و بهترین رفیق و بهترین همراه کسانی هست که در مسیر الهی و در مسیر اطاعت خداوند متعال قرار گرفته. در اینجا خداوند متعال میفرماید اگر میخوای در بین این همه راه ها راه درست را انتخاب بکنی و تبع سبیل من عنابه الی شما بر اساس باورهای موجود بر اساس باورهای الهی بر اساس عقاید حقه الهی و توحیدی مسیر انتخاب که با این مسیر همخوانی داشته باشه همان گونه که ما در سوره مبارکه هم میخواهیم که ایاک نعبدو و ایاک نستعین بعد دعا میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن نه راست نه چپ فرمایش حضرت علی علیه السلام است که میفرماید الیمین و شمال مظله خیلی وقت هاست که راه ما شما به سمت راست که میگیم و راه چپ اینها میتونه می گمراهی باشه از طریق الوسطا الجاده طریق مستقیم طریق وسط طریقی که مستقیم ما را به خداوند متعال میرسانه این میتونه جاده هدایت و جاده ترقی انسان باشه ما در قرآن در قرآن کریم در سوره مبارکه فاتحه از خداوند متعال میخوانیم در نمازهای خود نمازهای یومیه خود میخواهیم که اهدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم راه مستقیم راه چه کسانی است صراط الذين انعمت عليهم راه کسانی که به آنها نعمت دادی نعمت هدایت دادی نعمت بندگی دادی نعمت پیروی از خداوند متعال را دادی نعمت باورهای درست را دادی خود باور درست داشتن نعمت الهی است اینی که ما از هدایت قرآن بهره بگیریم از هدایت الهی بهره بگیریم از هدایت های کلان وحیانی بهره بگیریم اون خودش از نعمت‌های خداوند متعال خداوند متعال میفرماید اگر میخواهی که با من با صورت سرخ روب مقابل شوی و به ملاقات من بیایی و سبیل من انابه الی مطابعت بکن از راه کسانی که به سمت ما برگشت داره یعنی به سمت من خدا در حرکت است ثم الی مرجعکم و باز هم تأکید میکنه بر اساس همون آیه قبلی که ثم الی مرجعکم مرجع شما و بازگشت شما به سمت خداوند متعال به سمت من خداست فانبئکم کن بما کنتم تعملون حالا شما هر ادعایی که دارید دارید ما معمولا ادعای ما خیلی بالاست فکر میکنیم باور ما بهترین باوره فکر میکنیم رفتار ما بهترین رفتاره و منطبق منطبق با دستورات الهیه اما خداوند متعال میفرماید در روز قیامت است که به شما خواهیم به شما نشان خواهیم داد که کدام شما راست گفته اید فؤنا به حکم به ما کنتم تعملون شما را در روز قیامت خبر خواهیم داد که چگونه انجام چگونه اعمال انجام دادید آیا اعمال شما نیک بوده یا اعمال شما شر بوده خدایا به ما توفیق بده در روز قیامت چنان با تو ملاقات کنیم که از نامه اعمال خود سرفگنده نباشیم و سرفراز به عنوان بندگان راستین تو بیستیم و بگوییم سبحان رب که سبحان ربی الان تشکر که تا این دم با ما بودید لحظات پایانی برنامه کنونی امروزیمان هست تا روز بعد الله یارو یاورتان در اخیر نعتیه ای را نیست سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأملتني وتسترني رغم أني عنيد لانك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد اتيتك يا خالقي باكيان ودمع الاسى كل حين يزيد فقد قلت في الايه لا تقنطوا وان تعف عني فذا يوم عيد سأترك يا رب ذنب مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم أحبك ربي وهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. سپاس از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید اگر می که برنامه قبلی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می که برنامه بعدی ما را تماشا نمایید پس اینجا را فشار دهید اگر می که با نل یوتیوب ما بپیوندید پیوندید پس اینجا را فشار دهید